حکم حکومتی هفته. به این سخنان آقای محمد جواد لاریجانی گوش بدیم. البته بهائیت یک فرقه است، یک کالته در اصطلاح غربی، یک اقلیت مذهبی نیست. در این حال ما با این گروه از شهروندان کشورمون بر اساس قرارداد شهروندی عمل میکنیم. این از برکات وجود حضرت امام بود که در اون زمان راهنمایی کردن. یعنی اینا مادام که پایبندن به مقررات شهروندیشون، ما باشون مراعات میکنیم. نزا شما میبینید افراد باهایی هستن، کارخونه هم دارن در ایران، استاد دانشگاه هم هستن، در دانشگاه هم دانشجو هستن، اجازه تحصیل دارن، در دانشگاه هستن، بیش از 100 نفر داریم در دانشگاه. یکی دیگه از برکت های وجود حضرت امام اینه که هفته گذشته امام جمعه رفسنجان که منصوب ولی فقیه هست در سخنانی گفتند بهاییان نجس هستند و باید از شهر اخراج بشن. ایشون خرید و فروش با بهاییان رو هم حرام دونستن و به دنبال این سخنان ایشون عده‌ای هم جمع شدن و شعار و بساط. من میخوام از شما درخواست کنم یه لحظه فراموش کنید که پیرو چه مذهب و دینی هستید. هر چی باشه مردم این کشور به صورت تاریخی از ازل شیعه نبودن. الانم علارغم تلاش حکومت 100% شیعه نیستن. ما در دوره‌های از تاریخ زرتشتی بودیم. ما یه عالمه مسیحی داشتیم در دوره‌های تاریخ تو این کشور. مانی متعلق به این فرهنگ بوده. نام کوروش به عنوان نجات دهنده یهودیا در تورات ثبت شده. بعد از اسرائیل بیشترین تعداد یهودیان خاورمیانه یه موقع تو ایران بوده. هنوزم هست. ما همه با هم ایرانی بودیم. بعد یکی یکی هر کدوم به یک گناه به خاطر یک باور ایرانی بودن و ازمون گرفتن، جاش یه چیزی بهمون دادن. بازم میخوام فراموش کنید به چه مذهبی باور دارید. الان میخوام تصور کنید یه روز بیان بهتون بگن مغازه‌تون مال ماست، خونه‌تون ازتون بگیرن. فکر کنید یه روز بچه شما رو نذارن بره مدرسه، نذارن بره دانشگاه علارغم اینکه لحاظ علمی قبول شده. فکر کنید یه روز همه زندگیتون ازتون بگیرن و مرده هاتون هم زیر خاک با لودر بیافتن به جونشون. شما از همسایه‌تون، از هموطنتون چه توقعی دارید؟ کدوم باوری، کدوم مذهبی در قرن 21 به خودش اجازه میده با زنده و مرده یک اقلیت هموطنش اینطوری رفتار بشه؟ آخرین باری که با اقلیت مذهبی توی کشور این چنین رفتار شد و مردم کشور ساکت نشستن و نگاه کردن، پایان خوشی برای اون مردم رقم نزد. ظلمی که امروز به هموطنای بهایی ما میره غیر قابل باوره و وظیفه همه ماست که بی‌تفاوت نباشیم. همه ما هر کدوم به نوعی متعلق به یک اقلیتیم، ولی با هم که هستیم یه ملتیم. بی‌تفاوتی امروز ما در مقابل این ظلم به یک اقلیت مهر تاییدی است به ظلمی که فردا به اقلیتی که ما عضو اون هستیم روا خواهد شد. چه اقلیت مذهبی، چه اقلیت زبانی، قومی، فکری و مرامی. مگه ما مردمی نبودیم که افتخارمون این بود که سردر سازمان ملل نوشتن بنی آدم اعضای یک پیکرن؟ دردتون نمیاد؟ حکم حکومتی، بنی آدم هنوز اعضای یک پیکرن.